حکومت آخوندی در واکنش به استعفای نخست وزیر لبنان در اعتراض به دخالت های رژیم ولایت فقیه در لبنان و دیگر کشورهای عربی قافلگیر شده و از مقابله منطقی و بین المللی با مداخلات تروریستی وحشت کرده است. گزارشی درباره واکنش های رژیم از استعفای اعتراضی نخست وزیر لبنان علیه مداخلات دیکتاتوری آخوندی قاسمی سخنگوی وزارت خارجه رژیم با نگرانی گفت استعفای ناگهانی سعد حریری و بیان آن در کشوری دیگر نه تنها مایه شگفتی است بلکه نشان دهنده بازی او در زمینی است که بدخواهان منطقه طراحی کردند حسین شیخ الاسلام مشاور وزیر خارجه رژیم نیز گفت این استعفا منشأ خیر نخواهد بود و تحت فشار آمریکا و عربستان برای بحران آفرینی در منطقه صورت گرفته است یک روزامی حکومتی نوشت استفای حریری نخستین مرحله و گام در این راهبرد برد بحرانزایی جدید خواهد بود. باید توجه داشت و هوشیار بود که مقدمات این طرح کاملا حساب شده در شرف انجام است. از سوی دیگر باید توجه جدی به اقدامات آمریکا داشت. ترام به سمت ما و حزب الله هجمه وارد می کند. به نظر می رسد این مسلس بحرانزا در منطقه برنامه های بسیاری را برای نظام و حامیان منطقه آن در نظر داشته باشند. روزنامه حکومتی اعتماد نیز نگرانی رژیم را منعکس کرد و نوشت استعفای حریری در راستای سیاست های تنش آفرین علیه نظام در منطقه است. سرانجام استعفای سعد حریری شروع کلید خوردن سناریوهای متعددی در لبنان و منطقه است که مبشر به خیر نیست. رسانه حکومتی انتخاب نیز نوشت استراتژی که بنا دارد قدرت ما و متحدان منطقی ما از جمله عراق، سوریه و لبنان را در شرایط بی ثبات و گسیخته منطقه تضعیف کند. به نظر می رسد استفای سعد حریری آغاز عملیات این راهبر در منطقه است که مراحل قبلی آن در کنگره آمریکا در قانون مجازات علیه حزب الله و نظام رقم خورد. این رسانه حکومتی افسود استعفای ناگهانی سعد حریری و طرح اتهامات علیه تهران و حزب الله کافی بود تا به نشانه های اجرایی شدن راهبرد مشترک دولت ترامپ و عربستان برای محدودسازی نقش نظام در منطقه آن هم از لبنان به عنوان حلقه اول این زنجیره پی برده. میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان اعلام کرد از مواضع سعد حریری علیه رژیم آخوندی حمایت می کند. میشل سلیمان به از گفت نمی توان در این کشور دولتی در داخل دولت تشکیل داد و نمی شود لبنان دو ارتش داشته باشد. میشل سلیمان گفت که نیروهای حزب الله لبنان باید از سوریه خارج شود. آساشیتت ریس گزارش داد سعد حریری هنگام استعفا اعلام کرد رژیم ایران و متحدش الله لبنان را به گروگان گرفته و این منطقه عربی را بی ثبات ساختند سعد حریری در اوایل این هفته به طور اعلام نشده به عربستان سفر کرد و روز جمعه هم مجددا به ریاض آمد روشن نیست که دقیقا چه چیزی استعفای ناگهانی او را جرقه زد. حریری در سخنرانی خود نسبت به جان خود ابراز نگرانی کرد. آسوشیتد رز افزود واشنگتن حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و قانونگذاران آمریکا این را گروه اصلی نیابتی تروریستی رژیم ایران نامیدند ولی فارس مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا گفت که استفای سنت حریری در ارتباط با اجلاس کشورهای عربی با حضور دونالد ترامپ در ریاض و تکمیل کننده آن بوده است. ترامب در نشست ریاض از سران کشورهای اسلامی خواسته بود که مانع حمایت از گروه های تروریستی شوند. وی به نهار گفت آمریکا از سعد حریری در قبال حملات حزب الله به او حمایت می کند. همچنین نوی شکی نیست که این تصمیم نتیجه انباشت بحران سیاسی بزرگی است که از کشورهای خلیج فارس آغاز شده و به لبنان منتهی شده است. در این میان موضع آمریکا به نفع مخالفان رژیم ایران و مخالفان سلطه حزب الله و نهادهای وابسته به آن بر لبنان خواهد بود.